رژیم خمینی به خاطر طینت ارتجاعی خود و به خاطر اینکه نمیتوانست در هیچ یک از الگوهای توسعه اقتصادی اجتماعی رو به جلو حرکت کند، الگوی خاص خود را که بر استراتژی حفظ نظام با بسط و توسعه طلبی خارجی بنا شده است در پیش گرفت. خمینی و رفسنجانی و خامنه‌ای و خاتمی برای 8 سال چنین میپنداشتند که با بلعیدن عراق میخ حاکمیت و تثبیت رژیم خود را در این منطقه از جهان خواهند کوبید، به خصوص که جنگ بهترین سرپوش برای اختناق و همچنین ضامن مهار مشکلات درونی رژیم هم بود. اما مقاومت ایران در برابر آن جنگ ضد میهنی سینه سپر کرد و با شعار صلح که در آن روزگار قیمتی بس سنگین می‌طلبید، تلسم جنگ را در هم شکست و سرانجام ارتش آزادی بخش ملی به عنوان عامل تعیین کننده داخلی و ایرانی در تنور جنگی خمینی را گل گرفت و جام زهر آتش بس تحمیلی را به حلقوم او ریخت. جنگ ضد میهنی در طرف ایران 1 میلیون کشته و 2 میلیون معلول و مجروح و 4 میلیون آواره و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت. اکرمی وزیر آموزش و پرورش رژیم در سال 67 اعلام کرد که 1 قلم 450,000 دانش آموز به جبهه ها فرستاده شدند. این دانش آموزان در تاکتیک حمله با امواج انسانی به عنوان سربازان 1 بار مصرف مورد استفاده قرار گرفتند. اصطلاح سرباز 1 بار مصرف تکیه کلام پاسدار محسن رضایی سرکرده سپاه پاسداران در آن روزگار بود. این از 10 سال اول حکومت آخوندها و استراتژی حفظ رژیم از طریق بسط. اما در آتش بس تحمیلی کشتی خط امام به گل نشست. خمینی مرد، خامنه ای به ولایت و رفسنجانی به ریاست رسید. رفسنجانی خط امامی به اقتضای زمان 1 شبه لباس تعدیل و اعتدال به تن کرد. همه کسانی که در روزگار خاتمی برای اصلاحات او سر و دست می شکستند، آن روز هم در برابر خط تعدیل و اعتدال رفسنجانی قرار و آرام از کف دادند و در دل قندها آب نمودند. آبها در هاون کوبیدند، از سر بغض و کین نسبت به مقاومت ایران از هیچ رذیلت و شناعتی فروگذار نکردند. آخر مقاومت ایران تنها طرفی بود که بقایای خمینی را رژیمی با همان هویت و با همان ماهیت می شناخت. در آن روزگار رفسنجانی در هر سفری به شهرستانها و مراکز استانها مدعی افتتاح صدها و حتی چند هزار طرح و پروژه عمرانی می شد. در زمینه سیاسی می گفت که ایران آزادترین کشور دنیاست و با سرعت اعجاب انگیزی به سوی تمدن عظیم اسلامی حرکت می کند. در زمینه اقتصادی هم می گفت که مشکل ما مشکل ارزانی است. در حقیقت رفسنجانی بر شعله های جنگ کویت موج سواری می کرد و الا بدون اشغال کویت توسط دولت سابق عراق و بدون جنگ کویت و قضایای بعد از آن در 1369 و 1370، این همان رفسنجانی بود که خودش در بحبوحه جنگ 8 ساله می گفت ما هیچ راهی جز ادامه جنگ نداریم. اگر بخواهیم در این زمینه سازش کنیم، در هر صورت باید جای خود را به دیگران بدهیم. اما وقتی که خاتمی روی کار آمد، مطبوعات و مقامات رژیم استراتژی تعدیل و تمدن عظیم رفسنجانی را استراتژی پفک نمکی نامگذاری کردند. سالهای ریاست او را دوره بخور بخور خواندند و درباره ضربه‌ای که به اقتصاد ایران زده بود نوشتند که این ضربه از خود جنگ کمتر نیست، چرا که سیاست درهای باز 50 میلیارد دلار بدهی برمغان آورده بود.
پس از رفسنجانی نوبت به خاتمی رسید که دوره خودش را دوران تثبیت نظام می نامید. آخوند خط امامی دو آتشه‌ای که وزیر تبلیغات جنگی خمینی بود یک باره چرخش مداری پیشه کرد. تا دیروز می گفت وقتی استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی را تدوین می کنیم باید به بسط نگاه کنیم، اما اکنون طرفدار گفتگوی تمدنها شده بود. به اقتضای همین استراتژی تا بخواهید خاتمی تغییر رنگ و تغییر چهره داد تا بتواند خود را به اقتصاد و سیاست جهانی متصل سازد و از امدادهای غیبی بیشتر استفاده کند. خودش صریحا می گفت توی دنیا بالاخره آدم بخواهد این امکانات را استفاده بکند باید چهره مناسب تری داشته باشد. در این حال ولایت فقیه را اراده برتر منتسب به وحی توصیف می کرد و هر گونه تغییر در قانون اساسی ولایت فقیه را خیانت می دانست. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد یکی از اولین کارهای خاتمی رئیس جمهور ایران پس از اینکه در سال 1997 انتخاب گردید این بود که از دولت‌های غربی خواست تا حرکت‌های مرتبط با مجاهدین را در کشورهایشان ممنوع سازند. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش کردند اولین چیزی که خاتمی در نخستین ملاقات خود با مقام‌های اردنی درخواست کرده محکوم کردن و محدود کردن مجاهدین بوده است. در چارچوب استراتژی گفتگوی تمدن‌ها هدف اعلام شده خاتمی از روز اول این بود که با شعار اصلاحات معاندان را به مخالفان وفادار و مخالفان را به دوستداران نظام تبدیل کند. منتها به مجاهدین که می‌رسید از راه نرسیده به بمباران قرارگاه‌هایشان در هفت مهر 1376 مبادرت کرد. در پایان دوره اول ریاست جمهوری خاتمی یعنی در 29 فروردین 1380 نیز رژیم آخوندی 77 موشک برای کشتار جمعی مجاهدین روانه قرارگاه های آنها کرد، چرا که خاتمی و دیگر سردمداران رژیم به خوبی و عاری از هر گونه ابهام می دانستند تنها نیرویی که قادر است بند از بند رژیمشان بگسلد مجاهدین هستند. خواست خاتمی همان خواست مستمر خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و ولایتی و میر حسین موسوی نخست وزیر خمینی و خرازی بود که 27 سال است بلا وقفه و در هر مناسبتی تکرار می شود. رژیم آخوندی تا بن استخوان خط قرمز بقا و سرنوشت خود را دریافت است. از روزی که موسوی استرداد ربایندگان هواپیمای کویتی را مشروط به استرداد ما از فرانسه می کرد تا قضایای ایران گیت که محکوم کردن مجاهدین و مقاومت ایران به صورت یک شرط مکتوب برای آن معاملات و روابط پنهانی در آمد، از روزی که خامنه ای به عنوان رئیس جمهور رژیم شرط عادی سازی روابط با فرانسه را پناه ندادن به تروریست ها اعلام می کرد